خب دوستان عزیز، این بخش برنامه من یه خورده غم انگیزه. یه اعترافاتی از یه سرباز آمریکایی در مورد اعتراف که چرز کنم، در یه جایی دوستان این سرباز آمریکایی که تو عراق بوده ازش یواشکی فیلم میگیرن که خیلی سر صدا کرده، خیلی سر صدا کرده. حتی از اینجور فیلم اگه بگردید پره، از این دست اعترافاتشون پره. فیلم گرفته که تو عراق تو چیکار میکردی اینا، حالا اینا با هم مست کردن تو کافه نشستن، توضیح میده به دوستانش که چیکار کردن تو عراق. و یکی از دوستاش یواشکی اینو فیلم گرفته و بعد منتشر کرده. با هم دیگه نگاه کنیم که واقعا آدم تحت تاثیر قرار میگیره و بفهمیم که کسانی که میگن رابطه با آمریکا یا کسانی که امروز میگن اسکندر آدم درستیه و مثل اپوزیسیون، بخش قابل توجهی از اپوزیسیون که ترامپ و اسکندر میدونن و کنار ترامپ وایستادن، حداقل ترامپیستن. شما این آقای رضا پهلوی و هوادارانشون، اینا عموما هواداران آقای ترامپن. و ببینیم اینه که میگن ترامپ بیاد ما رو نجات بده. سایت توانا، خانم مریم معمار صادقی که حمله نظامی به ایران رو تئوریزه میکنه و این دکترین رو جلو میبره، ببینیم که اینا دنبال چی هستن، تجربه ای که قبلا مردم عراق داشتن. اجازه بدید با همدیگه نگاه کنیم ایشون چی میگه. خب اینا زندانیان شکنجه میکردن. دوستش میپرسه که هیچ کدومتون لو نرفتین واسه شکنجه زندانیان؟ فوش میده، میگه تا وقتی که اون عکسا درس کرده بود کرد بیرون. فکر کنم در مورد اتفاقات ابو غریب داره میگه. حالا همه ناراحت شدن. میگه بله، بالاخره شغلتونه همینه که هست. خب سربازه میگه که CIA خیلی چیزا یادمون داده. جنراتور درست میکنیم، وصل میکنیم سر سینه هاشون یا بیزه هاشون. خب با جنراتور برق و ور میرشن، دوتا سیم برق مثبت و منفی رو میزنن سر سینه خانوما یا آقایون یا بیزه یا آقایون. با خندم داره اینا رو تعریف میکنه، مستم کرده، یه جای خصوصی داره همه. میگه بهترین چیز چی بود؟ میگه بهترین شکنجه‌ای که انجام داده تو این زندان‌های عراق چی کار میکردید با مردم عراق؟ نگاه کنید. The most fun thing, میگه قطعا دخترا. میگه بهترین شکنجه که ما تو زندان انجام دادیم قطعا دخترا بودن، یعنی دخترای عراقی. بیشرفایی که دنبال مذاکره با آمریکان یا حمایت میکنن از حمله نظامی به ایران، قشنگ با دقت نگاه کن ایشون چی میگه. سرباز آمریکایی بیار همچین بلایی سرتون میاره. میگه دختر تو کمانده ها هست؟ نه دختر تو کمانده ها نیست، در بین اسرا هست. منظورش اون فکر کرد که دخترایی که خودشون تو ارتشن، نه منظورش دخترای عربی. میگه هر چیزی که میشد و هر جاشون میخواستیم دست میزدیم، بهشون تجاوز میکردیم. این جملهش بیشرف. میگه میخوان چی کارمون کنن؟ 35 تا دادگاه تشکیل بدن؟ نه مسخره میکنه. میگه بهشون تجاوز میکردیم. عراقی ها میخوان چی کار کنن؟ 35 تا دادگاه مثلا برگزار کنن بکنن. میدونی اصلا مهم نیست. تا جایی که من میدونم همشون مقصرن. حالا ببین چرا میگه مردم عراق مقصرن، گوش کن. میدونی چرا؟ صدامو خودشون باید کنار میزدن. میگه عراقیایی که ما بهشون تجاوز کردیم مقصر خودشونن، صدامو خودشون باید کنار میزدن. حالا که ما اومدیم صدامو براشون کنار زدیم، باید تجاوز کنیم بهشون. خانم رعنا رحیم‌پور که این اصلا یک موجود کثیفه که با یک مرد انگلیسی هم میخوابه و اینا ازدواج کرده، یه پیر مرد انگلیسی که خدا میدونه حالا ازدواجشون سازمانی بوده نبوده، نمیدونم، چون بعدش هم ایشون با اون آقای انگلیسی که ازدواج میکنه کارمند بی بی سی میشه. این خانوم برمیگرده به جان بولتون، میگه مردم ایران خودشون نمیتونن نظامو برکنار کنن، شما آمریکایی‌ها کمک میکنید یا نمیکنید؟ اصرار میکنه به جان بولتون که آقا شما بر حمله نظامی کنی. خب دقت کن، سرباز آمریکایی ذهنش اینه فردا اگر بیاد جمهوری اسلامی رو برانداز کنه تو خیالاتتون، به دختران برانداز تجاوز میکنه، به دختران ایران تجاوز میکنه،
میگه مقصر خودتونه، آیت الله ها آخوندا رو خودتون باید میبرید. حالا که من سرباز آمریکایی زحمت بردنشون رو بردم اومدم کشیدم، شما هم باید به من خدمات جنسی بدید. حالا نگاه کن، به جاش ما رفتیم اونجا داریم کار رو انجام میدیم. میگه یعنی به جای عراقی ها که بس صدام میبردن کنار، ما رفتیم اونجا داریم کار رو انجام میدیم. خب میدونی داریم نیرو از دست میدیم. میگه رفتیم اونجا با صدام جنگیدیم، بالاخره یک سری سربازمون کشته شدن. خب حالا اینو عقدش سر دختر عراقی خالی میکنه، فردا سر دختر ایرانی خالی میکنه. بی غیرتایی که میگید به ارتباط بگیرید با آمریکا، بی غیرتایی که امروز ترامپیست هستی، لعنت به شما فرشگردیا، لعنت به شما رضا بازان، لعنت به شما مجاهدین، لعنت به همه شماهایی که پشت ترامپ وایسادید و ترامپو شیر میکنید برای حمله نظامی به ایران. خب میگه هر کس که دستمال روی سرشه آزادی هر کاری باهاش بکنه، اینم نظرش. میگه هر کی که حجاب داره رو سری سرشه میتونی بهش تجاوز کنی. من که مسلمون نیستم، اینا که خیالم راحت، ولی پرسشم اینه، شماهایی هم که مسلمون نیستید، بالاخره تو فامیلتون چند تا بعد خانوم، خواهر، مادر، شاید حتی از روی عادت روسری رو سرشون میذارن یا نه؟ نگاه سرباز آمریکایی فردا میاد به خواهر و مادر تو که اصلا نگاه اسلامی هم ندارن، عادت کردن روسری سرشون باشه، میگه بعد به این تجاوز بکنی. این نگاه وحشتناکه. حالا معلو بماند که نگاه میهن پرستی که کسی هم از روی اعتقاد حجاب داره غلط میکنه که یه آمریکایی بخواد بهش تجاوز کنه، اون موقع ما دهنش هم سرویس میکنیم. ولی خب من دارم با نگاه بیغیرتی شما برانداز دیگه رگی تو وجودتون مثل سیب زمینی میمونی، شما برانداز غیرت ندارید که دارید از ترامپ دفاع میکنید. من دارم میگم شما بیغیرتی برانداز تو فامیلتون کسی رو دارید، بالاخره خواهری، مادری که روی عادت نه حتی روی عقیده روسری رو سرش بذاره. خب این داده میگه هر کی گذاشته ما بهش تجاوز میکنیم. خب حالا به این که این نگاهش اسلامی نبود که هر کی روسری رو سرشه، این نگاه این جوان نگاه غرب به شرقه، یعنی مثلا اینا شرقی ها رو روسری به سر میدونن دیگه توی منطقه، نگاهش از اون منظره. میگه دختره فکر کنم 15 ساله بوده، به دختر 15 ساله تجاوز میکردن. بیغیرتای برانداز گوش کنن. بیا آقای فخرآوری بیغیرت خوب گوش کن. تو که سه تا خواهرم داری که حتی تو حتی چی بکنم، تو که غیرت داشتی سه تا خواهرت که دیگه به واسطه سه تا خواهرت با نصف مردای عالم تو الان چیز شدی، فامیل شدی. میگه که دست نخورده بود، یعنی دختر 15 ساله بکارت داشته. میگه دست نخورده بود، درجه یک بود. این آمریکایی در مورد یک دختر 15 ساله عراقی داره صحبت میکنه. من اونا میگن اوه خب. میگه هر کس باش میخوابید $50 میداد، یعنی بهش تجاوز کردن به زور و هر کی باش تجاوز میکرده $50 میداده. دختره با رضایت این کارو نکرده چون تو جملات بعد معلوم میشه. نگاه کنید، فکر کنم تو یه روز قبل از اینکه خودشو دار بزنه $500 جمع کرد، یعنی در یک روز 10 نفر با این دختر 15 ساله که تا الان رابطه سکسی نداشته خوابیدن. $500 تقسیم بر 50 میشه 10 دیگه، 10 نفر با این دختر خوابیدن. بعد از 10مین نفر که به این دختر تجاوز میکنه، این دختر خودشو دار میزنه، خودکشی کرده. پس اینجا معلوم میشه این دختر شغلش هم نبوده که رو رضایت با اینا سکس داشته باشه، به این دختر تجاوز کردن، $50 هم دادن که دیگه مثلا دلش خوش باشه. $50 آخه شرم‌آوره. بعد دختره خودش دار زده. حالا ببین چی میگه، میگه چرا دار زده. نه میگه خودشو دار زد. چطور؟ چرا خودشو دار زد؟ پسره که داره فیلم میگیره یواشکی میپرسه چرا خودشو دار زد. خندید، چه میدونم، انگار زیاد خوشحال نبود. میگه چه میدونم تو خودشو دار زد، بهش تجاوز کردیم زیاد مثل که خوشحال نبود، خوشو کش. این خیالش نیست که باعث مرگ یه دختر شده. میگه تو فرهنگشون خیلی بده که بهشون تجاوز بشه، آخرم که علنا گفت تو فرهنگشون بده بهشون تجاوز، بر همین خوش دار زد. خب
این حقیقت سرباز آمریکاییه. حقیقت خانم مریم امام صادقی که شما حمله آمریکا به ایران رو دارید قشنگ تئوریزه میکنی، میای صحبت میکنی، دلیل میاری براش، منطق میاری. خدا میدونه به تو چی کار کردن آمریکایی ها که فکر کردی چیز خوبیه حالا برای ایران هم بیانن این کارو بکنن. شماها آدمای کثیفی هستید و نمیفهمید که دارید علی ایران چیکار میکنید. شاید میخوام شما میفهمید پولشو میگیرید، ولی تو عزیز، تو دختری که در ایران تو تظاهرات میری مرگ بر خامنه ای میگی و اینا، تو عزیزی که در ایرانی، آقا بگو گور پدر جمهوری اسلامی، فردای جمهوری اسلامی که سقوط بکنه تو باید جای این دختر 15 ساله عراقی باشی. حالا برو بگو که از ما اینقدر بعضی غربی ها میگن وای خب 10 تا سرباز آمریکایی به آدم تجاوز کنن مگه چیز بدیه؟ من اون دیگه بحثی ندارم باهاتون. میگم بعضی از این عزیزان برانداز ما نگاهشون اینه که طبعا یکی از بخشای برنامه امروز من در مورد آقای زیبا کلامه که قشنگ من گفته بودم، یعنی به زیبا کلام، تاج‌زاده ها، به این افرادی که در جبهه مخالفین هستن، هر اتفاقی میفته اینا مثل گربه 14 پا در دفاع از آمریکا میان پایین. گفته بودم پاش میرسه که اینا میگن مدفوع آمریکایی هم خوشمزه است، میشه ازش دارو درست کرد. به خدا زیبا کلام گفته و حالا برنامه میسازم میگم همین امروز برنامه‌شو داریم. این حقیقته. پس بنابراین من حالا اونایی که نمیخوام بفهمن که خب مقاومت میکنن که کاریش نمیشه کرد، ولی اونایی که میخوان بفهم، خوشبختانه از 6 سال پیش که من برنامه سازی کردم، به ویژه از سال 2018 که برنامه هم خیلی دیگه زیادتر شد، دیگه خیلی جدیتر اومدم روی داستان و برنامه رو دارم جدی اجرا، من ماهی 60 برنامه ساختم در این مدت، به خصوص از 2018 تا الان، یه اتفاقی که افتاد دیدم نه مردم خیلی ها میفهم و الان تعداد ما هر روز داره بالا میره، هر روز داره بالا میره. برای اونایی میگم که چون میدونم نتیجه میده، میدونم از دل هر برنامه یک تعدادی بالاخره آگاه میشن و میان در جبهه واقعا ایران مقتدر میستن و دنبال این میرن که آقا اگه مشکلی هم تو کشور هست که هست، این از مسیرش و از مسیر اصلاحات ملی، نه از طریق اصلاح طلبای غربگرا، اصلاح طلبهای تسلیم پذیر که گفتمان تسلیم رو دارن تئوریزه میکنن، در راستای اصلاحات ملی میان در کنار ما و تلاش میکنن که کشور رو بسازن. از خودت سوال کن که آقا فردای جمهوری اسلامی، اگر جمهوری اسلامی رو شما با کمک آمریکا بردارید، سرباز آمریکایی الان داره در مورد مردم عراق اینجوری صحبت، و این کلیپ هم خیلی سر صدا کرده، برای همین لازم بود که من اینو بهش بپردازم. قربونتون برم، شب و روزگار خوش. دیگه فکر کنم مسئله خیلی روشنه دیگه، دیگه بیشتر نگم، نه دیگه نیاز تفسیر بیشتر نداره، خیلی روشنه. چرا فکر میکنی سرباز آمریکایی بیاد ایران بهتون رحم میکنه؟ چرا واقعا؟ قربونتون برم، این حقایق عراق آخه نمیدونم چرا ما نمیدونیم. شاید جمهوری اسلامی خوبم نگفته. به هر حال این بخش برنامه رو میبندم. زنده باشید.